به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خدایی که داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغاز آغاز هاست ارزه سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شما عزیزان به دوره آموزشی انجام خودکار کارهای تکراری با یک کلیک خوش اومدید تو این آموزش قصد داریم با نرم افزار اتوماتیک موسن کیبورد آشنا بشیم بنده میلاد و مرادی هستم کارشناسی ارشد مهندسی برق و مدرس دروس آیتی عزیزان به کمک نرم افزار اتوماتیک موسن کیبورد ما میتونیم یک سری کارهای تکراری رو که پشت سر هم مدام اونها رو انجام میدیم به کمک این نرم افزار فقط با زدن یک کلیک انجام بدیم یعنی ما کارهای تکراریمون رو به این نرم افزار معرفی میکنیم و بعد از اون نرم افزار همه کارها رو برای ما انجام میده و توی محیط کامپیوتر قابل مشاهده هستش خب فصل اول آموزش رو با عنوان آموزش کار با نرمزار شروع میکنیم یعنی نرمزار رو ما نصب کردیم و اجرا میکنیم با محیطش آشنا میشیم ببینیم که به چه شکل هستش ببینید من نرمزار رو نصب کردم تو این قسمت از منوی استارت من قرار داره این رو اجرا میکنم در حالت فول سکرین قرار میدم اسم نرمزار رو اینجا نوشته اتوماتیک موس ان کیبورد هستش محیط نرمزار رو داریم با همدیگه میبینیم هیچ چیزی تغییر نکرده فقط قبل از شروع کار یک حالتی رو ما باید تغییر بدیم وارد سربرگ تولز بشید آپشن رو انتخاب کنید یک عدد رو اینجا دارید شما میبینید بر حسب میلی ثانیه هستش خب این عدد به صورت پیش فرض توی کامپیوتر ما هزار میلی ثانیه هستش خواهش میکنم برای بالا رفتن سرعت کار این رو روی 300 قرار بدید حالا به صورت دونه دونه هم ما میتونیم رو تغییر بدیم این عدد چی هستش من این رو ابتدا تایید کنم ببینید وسط صفحه ما ست سربرگ داریم تحت عنوان استپ اکشن دیسکریپشن و دیلی استپ گام ها یا به اصطلاح مراحل کار ما هستش مثلا مرحله یک میتونیم بگیم روی مای کامپیوتر کلیک کن مرحله دو بگیم فایل رو برای ما به عنوان مثال رینیم کن و به همین ترتیب این توضیح ها رو توی اکشن دیسکریپشن می‌نویسه یعنی مثلا کلیک چپ رو انجام بده توی این قسمت نوشته میشه و بعد از هر مرحله ما یک تایم زمانی داریم تحت عنوان دیلی این دیلی رو ما به صورت پیشور توی نرمزار دیدیم که هزار هست و من به صورت دستی تغییر دادم به 300 بر حسب میلی هستش بعد از هر مرحله یک مقداری نرمزار مکس میکنه ممکنه خب روی یک آیکونی افزاری نیاز باشه ما کلیک کنیم سخت افزار کامپیوتر ما ضعیف باشه دیرتر بالا بیاد این مکس ها رو ما اینجا نیاز داریم به صورت پیش روی 1000 میلی ثانیه بود ما احساس کردیم یک مقدار کار کند پیش میره روی 300 قرار دادیم به صورت دستی هم توی هر کدوم از گام ها میتونید رو تغییر بدید ولی این مقداری که توی تورز آپشن بود برای همه استپ ها به صورت پیش فرض تعیین میشه خب من این رو تایید میکنم میریم سراغ بقیه موارد ببینید از هر استپی رو که من وارد کنم اینجا یه گزینه دارم تحت عنوان پلی پلی رو که بزنم نرم افزار مینیمایز میشه یعنی انگار من این قسمت رو کلیک کردم مینیمایز میشه میره پایین توی نوار استارت من و شروع میکنه گام ها رو دونه دونه انجام دادن حالا با هم دیگه پروژه های مختلف رو انجام میدیم توی این آموزش که باهاش آشنا بشیم سمت چپ نرم افزار از ما یک سری آیکون های مختلفی داریم که هر کدوم کارهای خاصی رو برای ما انجام میده این نکته ای قبل از آشنا شدن با این آیکون ها خدمتون ارز کنم این نرم افزار عزیزان میتونه جز دسته نرم های برنامه نویسی قرار بگیره و هم قرار نگیره چرا؟ چون ما اینجا یک سری تابه هایی رو استفاده میکنیم که شبیه برنامه نویسیه اما هیچ قسمتی از نرم ما کدی رو تایپ نمی کنیم. پس از اونجایی که کدی رو تایپ نمی کنیم میتونیم بگیم جزء برنامه نویسی محسوب نمیشه اما از اونجایی که از تابه های آماده خود نرم افزار این قسمت استفاده میکنیم میتونیم بگیم برنامه محسوب میشه به عنوان مثال عکس یک موس رو اینجا دارم روش کلیک کنم این فلش ای کوچیک کنارش ببینید لفت کلیک رو دارم رایت right کلیک رو دارم دابل کلیک رو دارم یعنی چی کلیک چپ کنه برام راست کلیک کنه دابل کلیک کنه دو تا کلیک پشت سر هم موس پوزیشن رو دارم میتونم مختصات موس رو تغییر بدم به عنوان مثال میخوام این زب در اینجا زده بشه میتونم مختصاتش رو به نرمازار معرفی کنم که موس رو ببره به این مختصات باشون آشنا میشیم موارد دیگه هم اینجا وجود داره آیکون دو مربوط به کیبورد هست اینجا میتونیم یک سری از کلیدهای کیبورد رو به نرمازار بگیم که استفاده کنه به عنوان مثال کلیدهای ترکیبی مثلا کنترل Z میتونیم بگیم یک تکست رو تایپ کنه میتونیم بگیم بیاد پایین کلید پایین رو بزنه کلید بالا رو بزنه و توی اولی همه کلید کیبورد رو میتونستیم وارد کنیم. بریم آیکون بعدی عکس یک چشم هست مربوط به تصاویر هست اینجا ما یه گزینه داریم تحت عنوان فایند ایمیج میتونیم تصاویر رو به کمک این گزینه به نرم معرفی کنیم مثلا میتونیم بگیم این آیکون پلی رو ببینید به شکل سبز هست میگیم این تصویر رو به خاطر بسپر و هر وقت این تصویر رو دیدیم موس رو هر جایی بود ببر روی اون تصویر خب این خیلی کاربردی است برای کارهایی که ما می‌خوایم در آینده انجام بدیم توی فصل‌های بعدی مورد بعدی بحث پنجره ها هست بستن پنجره پیدا کردن پنجره سویش کردن بین پنجره ها یعنی چند تا پنجره باز داریم و میخوایم بین پنجره ها تردد کنیم به اصطلاح مثلا مای کامپیوتر فرض کنیم الان باز هست پشت این نرم افزار هست میخوام پنجره مای کامپیوتر بیاد روی این نرم افزار قرار بگیره اونجا بحث سویچ هستش و موارد دیگه بعدی عکس یک پوچه هست میتونیم فایل ها یا نرم افزاری رو اینجا باز کنیم بریم داخل یک وبسایت این خیلی جالب هستش یه فایل رو کپی کنیم پاکش کنیم و اینجا یک سری تابه ها داره تابه ایف یعنی اگر اینجا نوشته ایف فایل اکسیست اگر فایل وجود داشت مثلا فلان کار رو انجام بده روش کلیک کن حذفش کن یا یک سری مواردی که ما تعیین میکنیم خب اینجا تابه ها رو داریم بحث تابع ایف با تصویر تابع ایف برای پنجره تابع ایف برای فای همه اینجا وجود دارن مورد بعدی وریبل ساختنی همون متغیر هستش که توی بحث برنامه‌نویسی بسیار مهم هست اینجا ما خیلی راحت بدون کد نوشتن میتونیم متغیر تعریف کنیم میتونیم یک مقداری رو به متغیرمون اضافه کنیم میتونیم متغیر رو حذفش کنیم و موارد دیگه توی این قسمت هم چند تا تابع حلقه داریم حلقه فور حلقه وایل عزیزانی که برنامه نویسی کردن با اینها آشنا هستن خیلی مهم هستن توی بحث برنامه نویسی مورد بعدی که بسیار بسیار مهم هست فانکشن ها یا همون توابع هستن اینجا یه گزینه دارم تحت عنوان فانکشن اگر من روی این کلیک کنم اینجا یک پنجره جدیدی برای من باز شده وسط نرم افزار اسم تابعی که به صورت انتخاب شده چیه مسیج باکس هستش برای نشون دادن یک پیغام به کاربر هست اینجا اسم تابش رو کامل نوشته کال مسیج باکس اگر روی این قسمت قرمز رنگ به عنوان ورودی تابه هستش من کلیک کنم میتونم متنم رو تو این قسمت تایپ کنم که باش آشنا میشین فعلا من تابه ها رو توضیح نمیدم اما توی فیلد بالایی نوشته select فانکشن یعنی فانکشن خودت رو یا همون تابه خودت رو انتخاب کن من اگر این لیست رو باز کنم لیست کشوی رو ببینید چقدر تابه اینجا برای من قرار داده شده تابهای بسیار زیاد و کاربردی هستن خیلی زیاد هستن عزیزان این توابع من این رو ببندم این توابعی رو که خدمت معرفی کردم با توجه به ورژن نرم افزار آپدیت میشن و حتی تعدادشون هم بیشتر میشه یعنی تابه های جدید ما توی نسخه های جدید نرم افزار داریم بریم دوباره روی فانکشن ها یه سری تابه دیگه داریم برای آرایه ها برای فایل ها برای تصاویر مثلا این تابه میاد پیکسل تصویر رو برای ما میگیره یه سری تابه داریم برای بحث نام ها یعنی یک چیزی شبیه جداول هستش تو این قسمت دیتا نیم بحث رشته ها رو داریم و یه تابه های دیگه توی مور فانکشن قرار داده شدن خیلی جالب مثلا اکسل فانکشن اینجا میتونیم با این توابعی که اینجا قرار داده شده با فایل های اکسل کار کنیم دیتا تایم فانکشن میتونیم تاریخ و زمان رو داشته باشیم اینجا دیتابیس میتونیم با اسکیول سرور حتی ارتباط بگیریم و موارد دیگه مثلا توابع ریجستری هستن که باعث میشه نرم افزار قابلیت های بسیار زیادی رو در اختیار ما قرار بده ما با یه سری از توابع تو این آموزش آشنا میشیم توابع کاربردی و توابعی که بیشتر ما بهشون نیاز داریم که توی این فصل ما اول بحث کلیک ها رو میگیم بعد بحث کیبورد رو میگیم و توی فصل های بعدی با موارد بیشتری آشنا میشیم امیدوارم که از این جلسه آموزش بهره لازم کافی رو برده باشید به نام خدا تو این جلسه از آموزش میخوایم با قابلیت های موس توی نرم آشنا بشیم ببینیم که اگر ما نیاز بود جایی کلیک کنیم و از موس استفاده کنیم توی نرم افزار به چه شکلی است. نرم رو من اجرا میکنم این رو در حالت فول قرار میدم میریم سراغ آیکون اول که مربوط به موس هست اولی لفت کلیک هست از کلیک چپ رو برای ما انجام میده من روش کلیک کنم ببینید یک استپ برای من ساخته شد استپ رو نوشته یک اینجا توی بحث توضیحش نوشته موس لفت کلیک یعنی موس میخواد کلیک چپ رو انجام بده و دیلی رو اینجا داریم میبینیم که 300 میلی ثانیه است خب من میتونم اینجا با موس این رو یک مقدار اینورتر بیارم جابجا جا کنم و راحتتر شما این رو ببینید برای شروع کار من همین یک کلیک رو میتونم پلی کنم ببینید اینجا وقتی من میگم یک کلیک میکنه یعنی موس رو جابجا جا نمیکنه هر جا من موس رو رها کنم وقتی که نرم‌افزار شروع به کار کنه همون قسمت برای من کلیک میکنه به عنوان مثال من پلی رو بزنم ببینید نرم‌افزار یک لحظه باز شد 300 میلی ثانیه منتظر من خب زمان خیلی کمی یک کلیک رو انجام داد کجا کلیک رو انجام داد من این رو ببندم موس من تو این قسمت تقریبا قرار گرفت و یک کلیک کرد خب از اونجایی که هیچ آیکون اینجا نیست پس کلیک من تقریبا بی نتیجه بود من نروزار رو باز کنم خواستم بهتون بگم که با یک دونه دستور هم ما میتونیم نروزار رو اجرا کنیم الان بهتون میگم که موارد دیگه به چه شکل هستش ببینید من یک تابع دیگه دارم تحت عنوان موس پوزیشن مختصات موس رو میده من روش کلیک میکنم ببینید اینجا x و y داره مختصات موس من رو نشون میده من موس رو ثابت نگه میدارم این وای میسن ببینید وقتی هم که جابجا می کنم مدا مختصات تغییر میکنه تا مختصات موس من رو به دست بیارم من میتونم دکمه کنترل رو بزنم و وقتی دیگه موس رو تکون میدم این عدد تغییر نکنه اینجا هم نوشته نوشته کنترل رو بزنی دیگه ثابت میشه به عنوان مثال من این پایین میخوام روی این آیکون فایل منیجرم یا همون فایل اکسپلوررم به اصطلاح کلیک کنم وارد مای کامپیوتر بشم خب میام پوینت رو میزنم مدام در حال تغییر هست میام اینجا روی آیکون رو مورد نظرم موس رو نگه میدم دکمه کنترل رو میزنم مختصات ثبت شد این هستش میتونم وقتی که یک استپ رو میسازم مقدار دیلیش رو تغییر بدم میتونم اسمش رو هم دستی وارد کنم هر اسمی که دوست دارم اینجا میتونم تایپ کنم به عنوان مثال پوزیشن یک رو وارد کردم اوکی okay رو میزنم ببینید اینجا توی استپ شماره اولی خودش به صورت پیش فرض فقط عددش رو وارد کرد توی دومی نوشته استپ شماره دو اسمش هم چیه؟ من گذاشتم پوزیشن شماره یک هر اسمی رو شما دوست داشتید میتونید بذارید میتونید هم اسم نذارید من این پوزیشن رو به کمک این آیکن هایی که اینجا هست این دوتا میتونم جابجا کنم اگه این رو بزنم یه دونه میره بالا یعنی اول این پوزیشن اتفاق میفته بعد کلیک چپ میتونم مجددا بیارمش پایین خیلی راحت هستش این دوتا رو من دارم این زبدر رو هم بزنم موس روش نگه میدارم نوشته دیلیت اکشن اکشن رو برای من میتونه حذف کنه پاکش کنه روی اکشن رو هم اگر من راست کلیک بزنم به این یک سری من گزینه ها دارم میتونم کات کنم کپی کنم میتونم دیزیبل کنم یعنی غیر فعالش کنم ببینید کمرنگ میشه دیگه یعنی نرمازا این دستور رو نمیخونه ولی هستش من میتونم مجددا روش راست کلی کنم و انیبل رو بزنم اینجا یه سری های دیگه داریم میتونیم بگیم همه رو یعنی اگر صد تا استپ هم بود غیر فعال کن بجز همین یه ای که من انتخاب کردم یا میتونم بگم همه رو فعال کن بجز این یه ای که من انتخاب کردم اینجا هم دیلیت رو داریم این زبره هم دیلیت بود خیلی گزینا ساده و پیش پا افتاده هستش خب. الان این دوتا دستور من باید بیاد روی این قسمت موس رو ببره و کلیک کنه یعنی مای کامپیوتر در نهایت برای من اجرا بشه خب من پلی رو بزنم در مفضار اجرا شد کارش رو انجام داد و دوباره سفر رو من میده من این رو مینیمایز کنم ببین مای کامپیوتر باز شد میخوایم این رو با سرعت کمتری ببینیم من میام این دیلی رو زیادش میکنم آهسته بشه با هم دیگه خیلی آهسته این رو ببینیم مثلا دو هزار میلی ثانیه برای دومی هم هزار میلی ثانیه چون اینجا میخواد کلیک کنه حالا پلی رو میزنم ببین موس اومد پایین روی فایل اکس رو حالا کلیک کرد و نرمزارم اینجا و کارش تموم شد دوباره برگشت ببین مای کامپیوتر من من میتونستم حالا بگم مثلا بیا داخل درایو دی یه سری کارا رو انجام بده این ساده ترین حالت ساخت یک به اصطلاح نرم افزار خودکار هستش ما الان تونستیم با دو تا دستور مای ما کامپیوترمون خیلی راحت اجرا کنیم یه سری نکات رو ما اینجا باید از بدونیم به عنوان مثال از اونجایی که ویندوز من 11 هستش بعد این آیکون هم اینجا قرار داره این نرم افزار روی کامپیوتر من جواب میده خب نرم افزار من خودم ساختم برای خودم هم جواب میده اما اگه این رو به یه نفر دیگه بدم ممکنه ویندوزش 10 باشه یا اصلا اگر یازده هم باشه این استارتش سمت چپ قرار بگیره و این اتفاق نیفته من پلی رو بزنم موس میاد این وسط یعنی انگار روی این قسمت شبیه این قسمت نوار استار یک کلیک میکنه و هیچ اتفاقی نمیفته پس وقتی ما میخوایم یک نوار رو بنویسیم باید حواسمون به همه چیز باشه آیکون ها و مواردی که وجود دارن که کجای تصویر من آیکونی رو قرار دادم بعدا همون حالت رو باید حفظ کنم چون نرم هوشمند که نیست بیاد این آیکون رو شناسایی کنه مگر اینکه ما بحث تصویر رو بهش بدیم که توی جلسات بعدی با اون آشنا میشیم خب بریم سراغ موارد بعدی من اینجا میتونم رایت کلیک رو بزنم ببینید مجددا من یک پوزیشن بگیرم فرض میکنیم مای کامپیوتر ما اجرا شده اجازه بدید من کوچیک‌تر کنم مای کامپیوتر من وسط صفحه است در مبزار رو من بیارم اینجا میخوام به عنوان مثال روی درایو سی. من راست کلیک کنم میام اینجا پوزیشن رو بهش میدم که پوزیشن فعال هستش اینجا کنترل رو میزنم پوزیشن ثابت شد اوکی okay رو میزنم و حالا میخوام اینجا رایت کلیک رو بزنم ببین من این رو در حالت فول قرار بدم مرحله اول میامد اینجا پوزیشن رو میگرفت بعد کلیک چپ میکرد مای کامپیوتر باز میشد حالا میره رو پوزیشن درایو سی بعد رایت کلیک میکنه خب من این مای کامپیوتر رو میبندم این رو اجرا میکنم ببینیم که به چه شکل هستش خب موس اومد روی بحث مای کامپیوتر فایل اکسپلورر اون رو اجرا کرد روی درایو سی رفت راست کلیک رو زد برای من اما چون نرم کارش تموم شد دوباره پنجره بسته شد بحث دابل کلیک هم به همین شکل هست چیزهایی که مهمه همین سه چهار اول هستش این گزینه هم برای ما میتونه توی یک لیست بزرگ موس رو جابجا جا, جا کنه یه سری گزینه‌های دیگه داریم شاید به دردمون بخوره این هستش ببینید من اگر این رو انتخاب کنم یک قسمتی رو به من میده که از صفحه نمایشم انتخاب کنم به عنوان مثال میتونم بگم این زبدر رو من انتخاب میکنم نسبت به این زبدر میتونم بگم موس چقدر جابجا جا بشه ببینید نسبتی هستش توی پوزیشن ما مختصات موس رو میدادیم توی کل صفحه نمایش اینجا میتونیم بگیم نسبت به این زبدر مثلا اینقدر بیا سمت چپ پایینتر که مقدارش رو به صورت پیکسلی و فاصله ای نوشته میتونم بگم مثلا انقدر فاصله ای و تایید کنم اینجا میاد پوزیشن رو میگیرم ولی به صورت نسبت یعنی نسبت به یک نقطه دیگه خب من اینو کنسل میکنم عنوان نمونه ارز کردم مورد بعدی این هستش من میتونم بگم درگ کن موس رو مثلا دوباره به همین شکل بگم از اینجا تا مثلا درایو سی فاصله هستش تو این قسمت مثلا درگ رو انجام بده ولی گفتم توی این قسمت چارتای اولی بسیار کاربردی است اینا رو عرض کردم که اگر نیاز داشتید باشون آشنا باشید میتونید خودتونم با تابه های دیگرش آشنا بشید اما موارد مهم همین چند تا بودش پس ما میتونیم توی بحث کلیک چپ کلیک راست کلیک دوتا کلیک پشت سر هم یعنی دابل کلیک رو داشته باشیم مهمتر از اون میتونیم موز پوزیشن رو داشته باشیم به عنوان مثال من اگر این رو حذف کنم به کمک دکمه دلیت روی کیبورد این رو هم حذف کنم به کمک دلیت میخوام موز پوزیشن بالایی رو تغییر بدم اینجا گت پوینت رو میزنم حالا میخوام استارت رو باز کنم موز رو میارم اینجا یه دونه دکمه کنترل میزنم ثابت شد این پوزیشن استارت من هست اوکی رو میزنم و لفت کلیک هم سر جاش بمون پلی رو میزنم ببینید موس رفت روی استارت حالا روی استارت کلیک کردم نوار استارت من باز شد دارید میبینیدش این مثال احساس میکنم در که بهتری داشت نوار استارتر روی صفحه باقی موندهش من یک کلیک میکنم برمیگردیم توی نرم افزار عزیزان من میتونم این فایل رو تابهاش رو به صورت یک فایل اگزه داشته باشم به کمک کامپایل تو اگزه یعنی چی؟ یعنی این رو اگر به اگزه تبدیل کنم حالا اسمش رو از من میخواد تو این قسمت دیگه نیازی به اجرا کردن نرم ندارم به عنوان مثال 50 تا استپ رو نوشتم یک نرم کامل برای خودم هست این رو میخوام ذخیره کنم به صورت یک فایل اگز دیگه این نرم رو اجرا نکنم و پلی رو بزنم فقط روی اگز دابل کلیک کنم و وایس هم نرم افزار کارش رو انجام بده پس توی منوی فایل کامپایل تو اگز خروجی اگز به ما میده اگر بخوایم دو یا چند دستور یا حتی یه دونه رو پشت سر انتخاب کنیم و خروجی بگیریم به کمک دکمه کنترل اون رو هایلایت میکنیم توی منوی فایل میتونیم اکسپورت رو بزنیم یه اسمی براش میذاریم با فرمت AMK برای ما ذخیره میشه بعدا هم میتونیم اگر خواستیم بیایم توی فایل ایمپورت رو بزنیم و اون توابعی رو که قبلا یا دستوراتی رو که قبلا ذخیره کردیم فراخونی کنیم این چه خوبی داره ممکنه مثلا من یه تابعی دارم برای بحث تاریخ و زمان هستش عمومیه یعنی ربطی نداره کدوم آیکون کجا قرار داره فقط میره زمان من رو از کامپیوترم میگیره و نشون میده به عنوان مثال میتونم اون رو ذخیره کنم به صورت یک فایل و بعدا اون رو توی هر نرم‌افزار دیگه ای که نیاز داشتم اون رو فراخونی کنم اینم از بحث خروجی اگزه گرفتن و ذخیره و فراخونیه دستورات این بحث اگزه با این دوتا کاملا متفاوته اگزه باعث میشه این نرمزداری رو که ما نوشتیم تحت عنوان فایل دات اگزه زخیره به ما بتونیم اون رو استفاده کنیم امیدوارم که از این جلسه آموزش بحری لازم کافی رو برده باشید به نام خدا تو این جلسه از آموزش میخوایم وارد بحث کیبورد توی نرمزدار اتوماتیک موسن کیبورد بشیم آیکون دوم اکسی کیبورده اولین گزینه رو اگر من بزنم عزیزان میتونم هر دکمه ای از کیبورد رو فشار بدم به عنوان مثال حرف F رو میتونم بزنم اینجا نوشته بشه و اوکی رو بزنم اینجا یک استپ دارم که کلید F رو انگار فشار دادم همین مفهومش خیلی ساده است میتونم روش تابل کلید کنم تغییر بدم به عنوان مثال میتونم کلید ترکیبی کنترل رو اینجا فعال کنم حرفش رو با Z بذارم یعنی میخوام کنترل Z زد زده بشه یا کلیدهای ترکیبی دیگه پس من هر کلیدی که روی کیبوردم هست تو این فیلد بالای قابل نوشتن اگر نیاز به کلید ترکیبی بود کافی یکی ای از این تیک های پایین رو فعال کنم الان ببینید به کنترل ز تغییر کرد خب بریم مورد بعدی تایپ تکست هست که من پیشنهاد میکنم از این استفاده نکنید بهتون نشون میدم برای نشون دادن متنی یا پیغامی به کاربر از چه تابه استفاده کنید همون بحث شو مسیج بود که بهتون نشونش میدم این هم کلید بالا و پایین هستش که توی اولی هم میتونستیم این رو داشته باشیم ولی این رو جدا کرده که خیلی راحت شما یک کلیک بزنید و راحت استفاده کنید ببین اینجا من یه سری کلیدهای مهم رو دارم مثلا ببینید کلید ان رو دارم اسکیپ رو دارم اینتر رو دارم و بحث پیج آب یک سری کلید های معروفی که روی کیبورد ما هست اینجا قرار داده شده پایین طرف میایم کل حروف و F1 تا F12 رو داریم میبینیم ولی خیلی راحت من میتونستم تو همین اولی هم اینها رو داشته باشم ولی شما تو این قسمت هم کلیدها رو به صورت لیست کشویی میبینید حالا میخوام تفاوت تایپ تکست رو از بهتون بگم تایپ تکست با اون تابعی که مسیج رو به ما نشون میده متفاوت هستش این رو بعضا به جای همدیگه استفاده میکنن توی ورژن های قبلی نرم ولی اینجا ما خیلی راحت تفاوتش رو خدمتتون عرض می‌کنیم تایپ تکست چیه به عنوان مثال من رفتم توی گوگل میخوام یک متنی تایپ بشه مثلا دانلود نرم اتوماتیک موسن بود این رو من با تابع تایپ تکست رو انتخاب کنم اما اگر میخوام یک پیغامی به کاربر نشون داده بشه مثلا ورژن نرم افزار یا تاریخ امروز یا هر چیز دیگه ای باید بیام از تابع چی استفاده کنم که تو این قسمت قرار داده بحث کال مسیج باکس هستش که اسم تابش به خلاصه این قسمت نوشته شده مسیج باکس این یه پیغام رو به کاربر نشون میده اما اینجا تایپ تکست یک تکستی رو برای ما توی یک فیلی تایپ میکنه خب میخوایم از این الان استفاده کنیم ببینید تابه ها ورودی هایی دارن یعنی یک مقادی رو از ما میخوان و خروجی رو برای ما انجام میدن ببین اینجا گفته تکستت رو اینجا توی این قسمت بنویس این ورودی ها به رنگ قرمزن وقتی که من پرشون کنم آبی رنگ میشن تکس رو میزنم با این پنجره هم آشنا بشیم شاید براتون حالا عجیب هستش ولی رفته رفته باش آشنا میشیم هیچ چیز خاصی نداره من میخوام تکس رو وارد کنم خودش از بین نامبر تکس وریبل و بقیه موارد اومده تکس رو به صورت اتوماتیک انتخاب کرده میگه متنتون اینجا بنویس به عنوان مثال من اینجا میخوام بنویسم ورد که نرم افزار رو توی منوی استارت بعدم برام جستجو کنه اینجا فقط نوشتم وورد اگر میخواستم عددی وارد کنم میرفتم تیک نامبر رو میزدم و اینجا یک عدد رو می و اوکی okay رو میزنم خب پس حالا ما وورد رو نوشتیم من اوکی okay میکنم ببین اینجا وورد رو نشون داد رنگش هم آبی شد میریم سراغ ورودی بعدی تابه یعنی اون چیزی که تابه از ما خواسته ببینیم میخونیمش خیلی ساده است نرم نوشته use clipboard to paste میگه اینو استفاده میکنم برای اینکه این, این متن رو نوشتی یه جا دیگه پیستش کنی من روش بزنم ببین رو اومده روی بولیان بولیان ها یعنی چی یعنی یا ترون یا فالسن اگه ترو باشه یعنی اون حالت از تاب فعاله اگر فالس باشه یعنی غیر فعال خب اگه ترو باشه من اوکی okay رو بزنم یعنی این وردی رو که من تایپ کردم کامپیوتر کپیش میکنه میتونم برم جاهای دیگه ازش استفاده کنم پیست رو بزنم اگر فالس رو بزنم کامپیوتر دیگه کپیش نمیکنه خب من نیاز ندارم کپی کنم فاز رو می زنم و اوکی رو میزنم میخوایم این ابزار ساده بنویسیم بره توی منوی استارت یعنی توی این قسمت توی این فیلد بالایی تایپ کنه ورد و نرمزار ورد رو برای ما اجرا کنه این کنترل زد اولی رو با هم دیگه دیلیت میکنیم فعلا وردش رو نوشتیم برای شروع کار نیاز داریم چیکار کنیم بیایم روی منوی استارت پوزیشن موس پس نیاز داریم من اینجا کلیک میکنم موس پوزیشن رو میزنم میام روی استارت کنترل رو میزنم که پوزیشن ثابت بشه و اوکی این باید بالاترین حالت خودش قرار بگیره یه دونه میریم بالا پس این استارت رو پوزیشنش رو انتخاب کنیم حالا یه دونه لفت کلیک باید انجام بشه ببینید استارت باز میشه حالا تو این قسمت موس پوزیشن رو ما باید انتخاب کنیم که بیا تو این فیلد سرچ برای ما جستجو رو انجام بده من موس پوزیشن رو میزنم میام استارتم رو باز میکنم این پنجره رو من جابجا جا کنم که پوزیشن رو ببینیم استارت رو من باز کردم توی این قسمت ببینید هنوز داره پوزیشن دریافت کنه توی این قسمت من میخوام یک کلیک کنه کنترل رو میزنم پوزیشن ثابت شد توی سرچ باکس اوکی شد حالا یک کلیک چپ نیاز دارم انجام بده انجام شد ببینید این کلمه ورد باید آخرین مرحله باشه حالا کلمه ورد رو برای من تایپ کنه و نتیجه رو با هم دیگه ما ببینیم که به چه هستش یعنی میاد اینجا استارت رو باز میکنه اینجا یک کلیک میکنه و اینجا تایپ میکنه ورد و میتونیم دوباره موز پوزیشن بدیم که ورد رو برای ما باز کنه تو این قسمت ببینید موز پوزیشن رو من میدم پنجره رو میارم سمت چپ یه نکته ای از دام برای جابجا کردن این پنجره باید یک بار کنترل رو بزنید که این دوتا ثابت بشن بتونید خود پنجره رو جابجا کنید من میام اینجا تو این قسمت ورد رو تایپ میکنم این پوزیشن مورد من هست یک بار این رو بزنم که پوزیشن جدید رو برای من بگیره حالا دوباره ورد رو تایپ کردم توی این قسمت ورد پیدا شد کنترل میزنم پوزیشن من سفت میشه یه دونه لفت کلیک هم بعد از این اتفاق بیفته نرمزار ورد رو برای من اجرا میکنه با هم دیگه تست کنیم ببینیم که مراحلی رو که نوشتیم درسته یا نه من یه پوزیشن ازش خواستم بیاد روی آیکون استارت بعد کلیک چپ کنه استارت رو باز کنه بعد بره توی پوزیشن جدید که همین سرچ من هست دوباره کلیک چپ کنه که قابلیت تایپ داشته باشه اینجا گفتم یک متنی رو که ورد هست تایپ کن بعد برو پوزیشن جدید بعد کلیک چپ کن همه اینها با هم نرم افزار ورد رو برای من اجرا میکنه الان دیگه فکر کنم یاد گرفتی چطور میشه با این نرم خیلی راحت کار کرد خب پلی رو بزنیم ببینیم این نرم افزار ورد برای ما اجرا میشه یا خیر ببینید استارت باز شد سرچ ورد رو باز کرد و اینجا نرم افزار ورد دیده میشه که برای من کامل اجرا شدش میتونستیم ادامه بدیم توی نرمزار ورد تایپ کنیم و موارد دیگه ای رو هم داشته باشیم پس با موس و کیبورد ما تو این فصل به صورت کامل یاد گرفتیم که چطور کار میکنن اصل کار هم از چی هستش همین دو تایه. دیدید که مرحله مرحله ما با جلو بریم چون نرمزار هوشمند نیست چیزی رو برای ما شناسایی کنه خیلی راحت نرمزار ورد رو ما باز کردیم و میلی ها رو عزیزان دیدید که خیلی سریع این کار انجام شد چرا من روی 300 میلی گذاشتم چون وقتی که به عنوان مثال میخوایم نرم افزار ورد اجرا بشه باید این اتفاق سری بیفته اما برای بحث آموزش خودتون میخوای تمرین کنید اینا رو زیاد کنید مثلا روی 1000 1500 یا حتی 2000 بذارید که خیلی آهسته آهسته موس مثلا بیاد اینجا مثلا 2000 میلی ثانیه میکنه بعد میاد تو این سرچ باکس بعد دوباره 2000 دو میلی صبر میکنه یک کلیک چپ میکنه بعد 2000 میلی صبر میکنه اینجا ورد رو مینیسه و به همین شکل این بحث ساخت یک نرم افزار بود با موس و کیبورد امیدوارم که از این جلسه آموزش هم بهره لازم و کافی رو برده باشید به نام خدا تو این جلسه از آموزش میخوایم در مورد تصاویر تو نرم افزار اتوماتیک موس و کیبورد صحبت کنیم یعنی آیکون سوم که به شکل یک چشم هستش من اگر این رو باز کنم گزینه اول فایند image هست از وقتی من این رو میزنم ببینید یک مربع خیلی کوچیک جلوی موس من ظاهر شده اون مربع همون تصویری است که من باید به نرم افزار معرفی کنم توی این فیلد بالا سمت چپ من موس رو میارم سمتش ببینید جابجا جا, جا میشه همین مربع آبی رنگ موس رو نزدیکش قرار میدم یک راهنمایی برای ما قرار داده گفته اگر شیفت رو نگه داری و فلش کیبوردت رو بزنی من سایز مربع رو میتونم برات کوچیک و بزرگ کنم میبینید سایز رو من دارم تغییر میدم الان بزرگتر شد موس رو که جابجا جا کنم بزرگتره مثلا میخوام این آیکون زبدر رو بهش معرفی کنم خب این کوچیکه میتونم شیفت رو نگه دارم فلش بالا رو بزنم یک مقدار بزرگتر فلش چپم بزنم از دو طرف بزرگتر بشه حالا این زبدر کامل داخل کادر من جا میشه میتونم این رو هم مجددا به کمک شیف و فلش سمت راست و فلش پایین کوچیک‌تر کنم این خیلی ساده هستش عزیزان به عنوان مثال من این رو میخوام انتخاب کنم یک نکته ای رو بهتون بگم از یک حدی برای من این کادر بزرگتر نمیشه این ماکسیموم حالت این کادر هستش من این زبدر رو انتخاب کنم تصویرش رو اینجا دارم میبینم